درود به شما همراهان عزیز. رد پای تجهیزات هوشمند اسرائیلی در بازار خودرو ایران. این خبر اولین بخش از اخبار این ساعت را به خود اختصاص می‌دهد. در ادامه اخبار این ساعت مطابق روال برنامه‌های تحلیلی همراه خواهیم شد با آقای واحدی. و در پایان می‌پردازیم به آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله زمینی به لبنان. تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. ردپای تجهیزات هوشمند اسرائیلی در بازار خودرو ایران. در نمایشگاه خودرو مشهد، شرکت بی ام اسپیس از زیرمجموعه‌های گروه بهمن خودرو اقدام به معرفی بی وای دی سان کلاس کرده است که تجهیزات هوشمند و سامانه جی پی اس این خودرو با شرکت‌های اسرائیل همکاری دارند، موضوعی که نگرانی و هشدار رسانه‌ای برای نظارت سختگیرانه را در کشور به دنبال داشته است. به گزارش تابناک، در 24مین نمایشگاه خودرو مشهد، شرکت بی ام اسپیس از زیرمجموعه‌های گروه بهمن خودرو بی وای دی سان پلاس را به عنوان خودروی جدید خود معرفی کرده است. این خودرو به فناوری هیبرید برای قوای محرکه مجهز است. به گزارش خبرنگار تابناک، از آنجایی که خودروسازان چینی تاکنون ثابت کردند که حاضر به انتقال امنیت سایبری خودروهای برقی و هیبریدی به کشور نیستند، واردات یا مونتاژ برندهای خاص مانند بی‌وای‌دی می‌تواند برای آینده صنعت خودرو و حمل و نقل دردسرهایی ایجاد کند، چرا که شرکت خودروسازی بی‌وای‌دی از سال 2010 برای توسعه سیستم‌های الکترونیکی مانند سنسورها و کنترل کننده‌ها، باتری، سیستم‌های مدیریت انرژی، فناوری ارتباطات بیسیم و حتی سامانه جی پی اس با شرکت‌های همکاری دارد. نویسنده این گزارش با اشاره به همکاری‌های صنعتی، فنی و پژوهشی بی‌وای‌دی با شرکت‌های قطعه‌ساز و استارتاپ‌های اسرائیلی نوشته که اسرائیل از سال 2007 میلادی با برقراری ارتباط با شرکت‌های فعال اروپایی در صنایع خودروسازی توانسته به تکنولوژی دست یابد که چینی‌ها برای تأمین قطعات خودرو از آن بهره ببرند. چینی‌ها برای تأمین فناوری‌های مختلف در خودروهای خود با منابع مختلف دنیا مانند اسرائیل در حال همکاری هستند. بنابراین واردات خودروهای برقی و هیبریدی چینی مانند بی‌وای‌دی به کشور باید بر اساس ضوابط خاص انجام یا متولیان این بازار نسبت به حضور این خودروها توسط شرکت‌های فعال بررسی‌های انجام دهند تا در آینده چالش ایجاد نشود. چرا که منبع برخی از قطعات فناوری‌های هوشمند در خودروهای بی‌وای‌دی به اسرائیل باز می‌گردد. اما می‌رسیم به بخش تحلیلی برنامه این ساعت و همراه می‌شویم با آقای واحدی. کسانی که من بازم همون حرف همیشه تکرار می‌کنم، کسانی که فکر می‌کنن که دیدن این برنامه برای دیگران مفیده، با لایک و کامنت به زبان انگلیسی، حتی یک کلمه به زبان انگلیسی کمک کنن به دیده شدن ویدیوها. چند تا نکته خواهم عرض کنم خدمت شما قبل از بحث اصلی. یکی این که اعلام شد خانم فاطمه کشاورز ملی پوش وزن برداری، فکر کنم وزن 71 کیلوگرم، برای شرکت در مسابقات به استرالیا رفته بوده، اونجا میگن گم شده، از این تفسیر و تعبیرهای جمهوری اسلامی. و بعد جالبه که میگن سرپرست تیم وقتی رفته تو اتاقش دیده اتاقش به هم ریخته و پاسپورت این خانم هم که در اختیار سرپرست تیم بوده، پاسپورت ورشه رفته و تلفنش هم خاموش کرده. اینا همش نشانه است. ببینید، هر ممکن اگر یک مورد اتفاق می افتاد یا اگر سخت گیری ها اینقدر نبود و شرایط همینطور بود، یه بحثی. اما ببینید، انواع سختگیری ها رو انجام میدن، وثیقه میگیرن، پاسپورت طرف رو دست خودش نمیذارن، در اختیار سرپرست تیم میذارن و نهایتاً خالص خیلی مسخره است که من باور کنم مثلا توی اتاق تو هتل تو استرالیا یه نفر میتونه راحت وارد شه، اتاقو به هم بریزه، پاسپورتش رو برداره بره. خیلی به هر حال این وضعیتی که جمهوری اسلامی درست کرده، بسیار از افراد اگر امکانی براشون فراهم باشه، علارغم حتما علاقه‌ای که به کشورشون دارن، علاقه‌ای که به جایگاه ملیشون دارن، از شر جمهوری اسلامی میخوان خودشون رو راحت کنن و این رو دست کم نباید گرفت. کسانی که
ادعا میکنن جمهور اسلامی امکان اصلاح داره یا کسانی که مردم فریب میدن که حالا پزشکیان اومد وضع بهتر میشه، میبینید که تأثیر نداره. پدر یکی از این عزیزانی که در معدن طبس کشته شده به نام محمد جواد قاسمی گفته که روز قبل از این حادثه پسرش هشدار داده بوده به مدیران که در بلوک سی این معدن تجمیع گاز هست و خطرناکه، گفتن قبلا هم گفته بودن ظاهرا، و همون پاسخی رو گرفتن که قبلی‌ها گرفتن که یا برید کار کنید یا فرم تصفیه حساب امضا کنید. اینا برن تو کار ظاهرا تونل گاز داشته. پسر خودم که چیز بوده نشون به اون نشون که بچه‌ها میگفتن گوشیشو زده بغل دیوار، گفته بچه‌ها نرین بلوک سی گاز داره، خطرناکه، نرین تو کار، نرین تو کار گاز داره. بعد مسئول سرشیفت شما آقای سالارینا میبوده، یه کاغذ آورده گفته هر کی نمیخواد بره داخل یه مینویسه که نمیخواد بره داخل، بره تصفیه حساب کنه بره، بره تصفیه حساب کنه بره. خب بعد وقتام از شهرهای دور، از تبریز، نمیدونم گرگان، مشهد، نمیدونم از هر جایی که شما اسم ببرید تو ایران، اینا آمدن برای خونه هاشون، برای زن بچه هاشون رزق روزی ببرن. نرن تو کار، میگن ما که اومدیم یه هفته میخوام باشیم، اگه نریم تو کار چیکار کن؟ مجبور بودن. پسر منم گفته نرین بابا، جونتون ارزش بیشتر از اون حقوقی که اینا میخوان بهتون بدن. من اینا بعد وقتا رفتن. بعد پسر خودم تو بلوک بی داشته واگونا رو میکشید، دیگه از همون سمتی که بلوک سی داشتن کار میکردن یه انحرافی زده بودن که بارشون رو از اون مسیر ببردن، این فقط واگونا رو چیز میکرده، قلام میکرده که بفرستن بالا. دیگه نمیدونم چی بهش گذشته اون موقع، انفجار شده، خدا چی شده نمیدونم. بعد اطلاع دارم که ایمیلشون تو اون سطح تو بلوک سی اصلا صفر بوده، اصلا در حد این چی که بگین، فقط اون سرشیفت اون ایمیلی به سرشیفتش میگفته فقط بگو پایین چه خبره، اینکه بره بازدید کنه ببینه آقا نمیدونم داخل تونل گاز داره، نمیدونم جایی از برق لختی هست، جایی نمیدونم مشکل داره از لحاظ فناش، از لحاظ هر چیزی که برای ایمنی اون کارگاه نیاز باشه، ببینه آقای نیاز چی ببرن پایین چیکار کنن. اصلا شما نمیدونم حالا با دیگران صحبت کردین یا نکردین نمیدونم، اصلا صفر بود اون دقیقا همه اونا همین اگه ایمنیش بود، آره. اگه ایمنیش بود جوانه مرد پرپر نمیشد، جوانه مرد کشته نمیشد. پس بدونید که ایمن اصلا نداشته. و یکی دیگه هم گفته که بابت تحویل جنازه ها 10 تا 15 میلیون تومان ازشون پول گرفتن. نکته دیگه در مورد همین معدن گفتن تعداد تلفات 50 نفر رسیده. من دو سه روز قبلا گفتم خیلی برام عجیبه که اسپانیا، ببخشید من اشتباه گفتم، معذرت میخوام، ممنونم که اصلاح کردید، ممنونم دوست عزیز که پرویز اصلاح کردن من رو. روز اول گفتن 57 نفر کشته شدن، بعد گفتن 39 نفر کشته شدن، بعد گفتن 54 نفر، بعد گفتن 39 نفر، که من اشاره کردم حکومتی که اینقدر ادعاش میشه حتی در شمارش آمار تلفاتش ناتوانه. و باز هم همون بحثی که در سر تحریم ها بوده، حکومتی که ادعا میکنه اینقدر با قله فاصله داره، از تأمین سنسورهای بسیار پیش و پا افتاده برای حصول اطمینان از وضعیت ایمنی کارگاه معدن عاجزه. ضمن این که بدون سنسور هم همون چیزی که اولش اشاره کردم، کارگران خودشون رفتن و گفتن و کسی بهشون توجه نکرد. اون وقت وقتی من میگم پزشکیان بیشرف، یعنی همین طرفداراش وقت ناراحت میشن، میفهمه پزشکیان، یعنی دیگه این خبرها رو هم تو که من میخونم اون هم میخونه حتما، که رفتن هشدار دارن، قبل هم به تعدادی گفته بودن. بعد میشه تو آمریکا میگه به خاطر تحریم های آمریکاست که این اتفاق بر معدن افتاده. بیشرفی یعنی این، یعنی توجیه فساد و ناکارآمدی و تباهی و عقب نگه داشتن کشور و بی‌توجهی به سرنوشت مردم رو با یک حرف مزخرفی که خامنه‌ای لذت ببره میخوان به نوعی ماسمالی کنن، مالکشی کنن. و طبیعتاً دولتی که یکی از عناصر اصلیش میشه مالکش اعظم جواد ظریف، راهی جز مالکشی نداره و انگیزه جز مالکشی نداره. دوستان اگر لطف کنید لایک کنید تا من حالا بحثای اصلی رو شروع میکنم، ممنون میشم. و نکته آخرم این که چند روز پیش با کلی سر صدا اصلاح طلبان گفتن که آقای پزشکیان
یک که از عزیزان اهل سنت رو به عنوان معاون خودش برگزیده و این یک سنت چکنیه. بر اساس عرفی که در مجلس وجود داره، ایشون ظاهرا عبدالکریم حسین زاده از نمایندگان اهل سنت بوده. بر اساس عرفی که در مجلس وجود داره، وقتی نماینده میخواد از مجلس بره، دو راه وجود داره: اخراجش میکنن به خاطر غیبت یا هر دلیلی، و بعد استعفا بده، و استعفا باید به رأی مجلس گذاشته بشه و مجلس رأی بده. ظاهرا با اختلاف 10-12 تا مخالفان استعفای آقای حسین زاده بیشتر بودن و به همین جهت استعفایشون رأی نیبرده. اینم باز یک بازی که حالا اصلا من نمیدونم، فرض کنیم که یک اهل سنت هم معاون بشه، مشکل کشور مگر فقط درسته به اهل سنت ظلم میشه؟ اما جمهوری اسلامی بر مبنای فساد و ظلم و تباهی بنیاد و بنیان گذاشته شده. ظلم جمهوری اسلامی علستوی است. البته تبعیض‌های قائل شدن به خاطر راضی نگه داشتن مش اراذل آخوند و مداح و مرجع تقلید به اقلیت‌های مذهبی، به اهل سنت، چون واقعا بعضی از این آخوندک‌ها و مداحان اهل سنت رو بدتر از حتی مشرکین و کافران میدونن. اعتقاد دارن که اهل سنت به اعتقاد اینها خیلی ظلم کردن به اهل بیت و به همین جهت دشمن میش تلقی میکنن. به هر حال، حالا جالبش اینه که پزشکان یکی از نمایندگان مجلس رو به معاونت خودش منصوب کرده و بعد یک روند تشریفاتی کاملا همیشه این تشریفاتی بوده. ما در سالهای گذشته مواردی داشتیم که نماینده مجلس وزیر شده. الان شما نگاه کنید، خود پزشکان رئیس جمهور شده. آیا مثلا من نمیدونم استعفا بعد استعفاش عملی سعی قبول نشه تکلیف چیه؟ یعنی کاملا تشریفاتیه. در دوره خاتمی حسین مرعشی نماینده کرمان بود، همین که الان دبیرکل حزب کارگزارانه، شد رئیس سازمان میراث فرهنگی، وزیر میراث فرهنگی، یا اون موقع معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی بود جایگاهش. از نمایندگی برای استعفا داد، استعفاش قبول شد و موارد متعدد داشتیم در سالهای اخیر. این نشون میده که حکومت یک بازی رو انداخته، حالا مردم رو سرگرم کنه، یه حالا یه چند روزم سر این دعوا کنن و بعدم لابد آقا وارد چند دستور حکیمانه بدن و مسئله حل شه، مثل کاری که برای ظریف کردن. خب بریم سر بحث اصلی. میدونید حتما حملات هدفمند اسرائیل به جنوب لبنان داره انجام میشه و تقریبا هیچ حمله ای نیست که یکی از عناصر اصلی حزب الله درش حذف نشه، خنثی‌سازی نشه. شاید در غزه یه مقداری کار برای اسرائیل سخت بود تفکیک کردنش، اما نمیدونم به چه دلیل در لبنان خیلی موفق‌تر عمل میکنه. شاید دلیلش اینه که نفوذ جمهوری اسلامی در حزب الله بیشتر از نفوذ جمهوری اسلامی در حماس، چون حماس به لحاظ عقیدتی جمهوری اسلامی رو قبول نداره. بعد من قبلا هم صحبتشون، هم حماس هم جهاد اسلامی، خیلی صریح میدونید در اظهار نظرهاشون اصلا کل شیعیان و طرفداران جمهوری اسلامی رو در ردیف کفار و مشرکین میذارن. اما حزب الله لبنان یک پیوند عمیق و به قول خودشون وثیق عقیدتی، سیاسی و پولی با جمهوری اسلامی داره و همین نفوذ احتمالاً باعث میشه که اسرائیل اطلاعات راحت‌تری از حزب الله به دست بیاره. یعنی با توجه به اینکه قطعاً اسرائیل در بالاترین سطوح اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ داره، خب از این طریق اطلاعات مربوط به حزب الله رو هم میگیره و هر حمله کردن، دیدید که حملاتی که چه در سوریه انجام دادن و چه در لبنان، جاهایی که به نحوی مرتبط مستقیم با جمهوری اسلامی، حملات خیلی موفق بوده. این نکته اینه که چرا در غزه بسیار از موارد حملاتی که اسرائیل میکنه بیشتر تلفات غیر نظامی میده در کنار تلفات نظامی، اما نقطه زنی هایی که در لبنان و سوریه میکنه خیلی دقیقه. نکتهش فقط همینه، به علت ارتباط بسیار عمیق حزب الله لبنان با جمهوری اسلامی و نفوذ بسیار عمیق اسرائیل در تشکیلات جمهوری اسلامی، به همجد شناسایی و ردیابی و رصد عناصر حزب الله بسیار برای اسرائیل راحت تر. خب حالا این حملاتی داره انجام میشه، تعداد زیادی از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شدن و هر روز داره به این آمار اضافه میشه. از در مقابلش هم حزب الله حملاتی کرده. برای من جالب بود که بی بی سی داشت گزارش میداد، گفتش که کشته شدن چند تن از فرماندهان حزب الله و شلیک موشک حزب الله به تل آویو. حالا چه تأثیری داشته کاری نداریم. یا اینکه حزب الله ادعا کرده موشکی ما زدیم خورده به یکی از پایگاه‌های اسرائیل، پایگاه‌های موساد، که از اونجا کشتار فرماندهان حزب الله رو مثلا نقشه می‌کشن اجرا می‌کنن. حالا
این حرف به قول قدیمی حرف صاحب مرده تو ثابت کنی ثابت نکن. اصلا فرض کنیم یکی از مراکزی که از اونجا نقشه کشیدن و زدن فرماندهان حزب الله رو کشن، شما زدید اون فرماندهاتون زنده نمیشن. ضمن اینکه باید بازدارندگیش هم ببینیم دیگه، ببینیم آیا از فردا دیگه متوقف میشه یا نمیدونم اصلا اینکه فرماندهی از حزب الله باقی مونده یا نه، ولی اگر دوباره فردا زدن مشخصه حرف بی ربطه. ولی به هر حال این اتفاقات خب خیلی‌ها توقع داشتن، تصور می‌کردن که جمهوری اسلامی مستقیم درگیر میشه، ولی خب خیلی از مسئولان گفتن ما گول اسرائیل نمی‌خوریم، اسرائیل می‌خواد ما رو وارد جنگ تمام عیار کنه. هم محسن رضایی حرف زد، هم عراقچی گفت، هم پزشکیان گفت. اما در صحبت‌های مثلا لو رفته یا حالا منتشر شده از پزشکیان یک نکته بود که به نظر من نباید ازش غفلت کرد. اینو تیکه رو خواهش می‌کنم گوش کنید شما. با موشک و اسلحه حل نکنید، ما آماده ایم تمام سلاحامون رو بذاریم کنار به شرط اینکه اسرائیل هم بذاری کنار. یه سازمان بین‌المللی بیاد تو منطقه امنیت رو تأمین کنه، بیاید کمک کنین دنیا در صلح امنیت باشه. ما آماده ایم، ما نمیخوایم بجنگیم، ما میخوایم با همه آشتی کنیم. بالاخره یه سری آدم ها هستن که چارچوب رو نمیپذیرن، مستقل یه اقدامی رو میکنن. اینو نباید به شما بذاریم. دقت کنید این نکتهشو بخوام دوستان دقت کنید. از صحبت‌های پزشکیان یک نکتهش خیلی برجسته شد و اون که پزشکیان گفته که اگر اسرائیل سلاحاشو کنار بذاره ما هم کنار می‌گذاریم. حرف بسیار احمقانه‌ایه. یعنی اینکه شما فکر کنید که در دنیا فقط دو کشور وجود داره، اسرائیل و جمهوری اسلامی، یا این دو تا کشور فقط این دو تا دشمن همدیگه هستن، که حالا من تردید دارم در دشمنی اسرائیل و جمهوری اسلامی در ذات، و اگر این دوتا خل اصلاح بشن تموم میشه. یعنی مثلا کشورهای عرب هیچ تهدیدی برای اسرائیل نیستن، فقط جمهوری اسلامی تهدیده، و یا کشورهای عرب، ترکیه، کشورهای منطقه، افغانستان، همین طالبانی که میبینید چقدر در هر شرط فعلی داره زور به جمهوری اسلامی میگه، از حقابه گرفته تا برخورد دیپلماتشون در جلسه رسمی جمهوری اسلامی، بعد ما سلاح نداشته باشیم. یعنی این احمقانه ترین حرفیه که یک ابله میتونه بگه. البته پزشکان همینجا میگه من دیپلمات نیستم، ولی به حضرت عباس خدا وکیلی از این حرفا تو یک در جمع رسانه‌های آمریکایی. ولی نکته‌ای که همه حرفاش بولد شد، اما این تیکه حرفش رو به نظرم خیلی توجه بهش نشد. دقت کنید، ما می‌خوایم با همه آشتی کنیم. بالاخره یه سری آدم‌ها هستن که چارچوب رو نمی‌پذیرن، مستقل یه اقدامی رو می‌کنن. اینو نباید به شما بذارید. ما این چیزی رو که می‌گیم صادقانه می‌گیم. من زیاد سیاست بلد نیستم، دروغ گفتن هم بلد نیستم. به پیر و پیغمبر ما هم انسانی، جنگ طلب نیستیم. ببینید این نکته خیلی مهمه، میگه یه سری آدمایی هستن که حرف ما رو گوش نمیکنن، خودشون یه کاری میکنن، اینو به حساب ما نگذارید. خب مشخص یعنی چی؟ یعنی یه کسایی که یه کاری میکنن یعنی کی؟ اگر بگه داخل ایران یه سری حرف ما رو گوش نمیکنن، خب پس اصلا بیجا میکنی. رئیس جمهور هستی که میگه من سیاست که بلد نیستم، سرم که نمیشه، از اون ورم یه سری افراد هستن حرفو گوش نمیکنن، پس اصلا بیخود میشینه مذاکره میکنه. چرا کسی باید به تو اعتماد کنه، با تو مذاکره کنه؟ اما به نظر من این حرف جز حرفای حساب شده است در کنار مزخرفاتی که در این روزها بسیار شنیده شده از پزشکیان. این حرف حساب شده ای که آقا کار حزب الله لبنان رو به حساب ما نگذارید، یا کار هشت شعبی عراق یا کتائب حزب الله عراق رو به حساب ما نگذارید، اگر حوثی های یمن یک پهپاد میفرستن یا یک موشک میفرستن به حساب ما نگذارید، خودشونن، ما دنبال صلح هستیم. به همون عبارت آتش به اختیار که خامنه ای گفت، عملا میخوام بگن که حزب الله لبنان آتش به اختیار در اختیار ما نیست. اما یک معنی دیگه هم داره که آقا بزنید به ما ربطی نداره، این حرف ما رو گوش نمیکنن، پس نباید توقع داشته باشن، به ما ربطی نداره، شما هر کاری میخواد بشه. ببینید تیکه دومش به نظر من مهمتریه. من معتقدم که پزشکیان آمدن و با هماهنگی داره چراغ سردشون میگه آقا حزب الله لبنان. صحبت های امروز خامنه ای توضیح میدم، همین رو به نوع دیگه میگه، بعضی دیدم برداشت برعکس کردن، ولی من حالا اونم تحلیلمو میگم. اما داره میگه حزب الله حرف ما رو گوش نمیکنه، یا حوثی ها یمن حرف ما رو گوش نمیکنن، ما نمیخوایم این کارو بکنیم، والله بلا به پیر به پیغمبری از ما نیستن، اینا خودشون کار انجام میدن. پزشکیان هم به عنوان یک جراح قلب نرفته در سازمان ملل صحبت کنه، اون رئیس جمهوری اسلامی رفته، و حتی بعد از صحبت هاش هم هیچ موضع رسمی توضیحی، قبلا رسم بود که اگر رئیس جمهور یه حرفی میزد هماهنگ نبوده کسی یا یه مزخرفی میگفت، بلافاصله کسی توضیح میداده که تکذیب میکرد، میگفت در ترجمه اشتباه شده، از این حرفا میزدن. همه رفتن رو اون تیکه خاصش که اونم بازی یه عده حمایت کردن، یه عده انتقاد کردن که
اگر اسرائیل سلاحش کنار بذاره ما هم میذاریم کنار. به این نکته که من گفتم کسی اشاره نکرد که حرف بسیار، یعنی از نظر من کاری به جمهوری اسلامی اسرائیل ندارم، ولی خیلی احمقانه است که در شرایطی که ایران این همه تحت تهدید است، حتی طالبان در پیتی به اصطلاح اینها تهدیدش میکنه، ما بگیم اگر اسرائیل سلاح نداره ما هم سلاح نداریم، بعد مثلا طالبان هم تضمین میده که حمله نکنه. این نکتهش خیلی مهمه. خامنه ای هم در صحبتش میگه که حزب الله درسته که سر فرماندهان ارشد از بین رفتن ضربه خورده، اما حزب الله پیروز است. اصلا شما، من کامل جزء به جزء صحبتاشو خوندم، هیچ اشاره نمیکنه. قبلا یه جاهایی میگفتش که ما حمایت معنوی میکنیم، حمایت اقتصادی میکنیم، حمایت نظامی میکنیم، اما اینجا نمیگه. حزب الله خودش خیلی قویه، زیر ساختاش خیلی قویه، امکاناتش خیلی قویه، کارش انجام میده. یعنی باز هم به نوعی، خب وقتی مقایسه میکنیم با حرفهای سابق خامنه، این معنی داره. ببینید، موقع است اولین بار خامنه ای سخنرانی میکنه، میشه اینو ازش برداشت کرد که داره از مواضع حزب الله حمایت میکنه. ولی وقتی میذاریم کنار مواضع قبلی خامنه ای که خیلی صریح میگفته ما مخفی هم نمیکنیم، خود حسن نصرالله هم بارها گفته که ما از پوشک تا موشکمون رو جمهوری اسلامی تامین میکنه، از ایزی لایف تا هپی لایفمون رو جمهوری اسلامی تامین میکنه، حالا خامنه ای میاد میگه که درسته که یعنی درست بعد از صحبت‌های خامنه‌ای، صحبت‌های پزشکیان که میگه یه عده سر خود این کارا میکنن، والا بلا ما نیستیم، ما مخالفیم، ما این کارا نمی‌کنیم، خامنه‌ای هم میاد یک روز دو روز بعد از سخنرانی پزشکیان میاد میگه که حزب الله خودش خیلی قویه. پس دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار، طرف مقابل مؤمنین مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. بله، ضربه وارد میکنن. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست. اونها اقتدارشون، تواناییشون، استحکامشون خیلی بیشتر از این حرف هست که با این شهادت ها ضربه اساسی بخورن. بله، البته از دادن یک نفر، به خصوص اگر فرمانده باشه و سابقه جهاد فی سبیل الله داشته باشه، خسارت در این شکی نیست. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. خودش خیلی قویه. درسته که کشته شدن این فرماندهان صدمه میزنه به حزب الله، اما خیلی تجهیزات داره، امکانات داره. یعنی که اگر هم کاری کردیم قبلا کردیم، الان دیگه کاری نمیکنیم. میگم ببین، اصلا بارها و بارها خامنه‌ای حتی در شرایطی که حزب الله اینقدر تحت فشار نبوده رسما اعلام حمایت کرد، اما اینجا نه تنها اعلام حمایت میکنه، بلکه وقتی که اینقدر ملایم از ذره در مقایسه با حرفای قبلی میگه، میذاریم کنار حرفای پزشکیان که در موضع رسمی در آمریکا اعلام شده و هیچ کس هم سعی نکرده با یک توییت، با یک سخنرانی، با یک اصلاحیه، مثلا خب در مورد اون صحبت های مربوط به که گفتن پزشکیان گفته با آمریکا برادریم، اومدن عراقچی و دیگران توضیح دادن در مورد حرفاش در مورد اسرائیل توضیح دادن، اما هیچ کس توضیح نداده. این به نظر من چراغ سبزی که دارم میگم آقا خودتون میدونید، یعنی حتی اگر هم قراره که جمهوری اسلامی کمکی به حزب الله بکنه، دیگه مخفیانه اونطور با افتخار و علنی انجام نمیدن. این که مشخصا به نظر من نه تنها اعلام نسبی بی‌طرفی جمهوری اسلامی، حتی چرا از نظر من چراغ سبزه که آقا به ما ربطی نداره. اینا نه تنها به ما ربط نداره، بلکه حرف ما رو گوش نمی‌کنن. دقت کنید، حرفی که پزشکیان زد نکته داره، اینطور نیست که بگیم حالا مثلا پزشکیان سر خود یه حرفی زده تموم شد رفت. خب این نکته اولش که در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی مشخصا دارن میگن که حزب الله حرف ما رو گوش نمیکنه، چارچوبای ما رعایت نمیکنه و ما کارش هم نمیتونیم بکنیم. این نکته اولش که به نظر من، باز تکرار میکنم، صراحتا از نظر من چراغ سبز برای
حملات بیشتر برای حملات بیشتر به حزب الله لبنان. اما بیم در بعد سطوح پایین‌تر و عملیاتی. یادتون میاد یک اون نوار صوتی جواد ظریف که منتشر شد در مورد قاسم سلیمانی صحبت می‌کرد، نکات مختلفی بود در مورد روسیه، در مورد سوریه، در مورد قاسم سلیمانی و موارد مختلف. یک نکته درش داشت، میگفتش که ما یه موقع مطلع شدیم که تعداد پروازها به سوریه، پروازهای مسافربری زیاد شده بدون اینکه وزیر راه مطلع باشه، رئیس سازمان هواپیمایی مطلع باشه، و بعد فهمیدیم که از طریق این هواپیماها حتی سلاح میبرن. که من رفتم به قاسم سلیمانی گفتم اینا رو ظریف میگه، رفتم گفتم جان به خطر میفته، اما اونجا دیگه بالاخره میدان بر دیپلماسی مسلط بود و کارش نمیتونستیم بکنیم، که این حرف خیلی حتما یادتونه دوستان. من میخوام برگردم بگم در حوزه عملیاتی در سطوح پایین‌تر بالاخره هنوز سپاه قدس وجود داره، هنوز سپاه با اون تشکیلاتش وجود داره، هنوز اون تفکر آدمخوارانه و ایران ستیزانه قاسم سلیمانی وجود داره که اگر تحریم ها علیه ملت ایران ده ها برابر هم شود ما دست از حمایت از فلسطین بر نمی‌داریم. حالا لبنان که دیگه ناموس این هاست، بالاخره دختر قاسم سلیمانی اونجا رفته شوهر کرده و مسائل دیگه وجود داره. الان چرا؟ الان کسی مانعشون نیست. اینا بگه همین آدمایی نیستن که اربعین که میشه کل مملکت رو فلج میکنن، مسافرت های عادی مردم مختل میکنن، هر چی اتوبوس میفرستن برای نمایش مسخره اربعین خودشون. من به ابعاد مذهبیش کار ندارم، من ابعاد سیاسی و نمایشی جمهوری اسلامی میگم که زندگی مردم رو فلج میکنن، اتوبوس ها رو میبرن برای اربعین. الان آدمایی که در زمان قاسم سلیمانی هواپیمای مسافر برای تعدادش زیاد کردن برای مسافرت به سوریه و لبنان و سلاح میبردن و آدم میبردن، الان کی مانعشونه؟ حالا برای رفتن به غزه اون 9 میلیون بی غیرتی که ثبت نام کردن برای اعزام به غزه، یکیشون هم نرفت، اون هیچی. اون موقع گفتن مرز بسته است. اینا مگه همونا نیستن که هواپیما میفرستادن به سوریه؟ الان کی جلوشون گرفته همه هواپیما رو تحریم کنن؟ اینا که کارشون هست دیگه. میگم هواپیما که دزه عام نیست، اتوبوس که جنبه عمومی داره و زندگی روزمره مردم با سر کار داره، خیلی از مردم ناچار از این شهر به اون شهر برن، یکی بچه‌ش نمیدونم دانشجو، یکیش بچه‌ش دانش آموز، یکی مریض داره، یکی کار اداری داره، زندگی مردم رو 7 8 روز مختل میکنن. حالا این چند روز هواپیما رو ببرن همه رو این عزیزان حزب اللهی شجاع رو بردارن ببرن لبنان، چرا نمیبرن؟ و اینو من به عنوان پیشنهاد جدی دارم میگم، یعنی میخوام به شما بگم که اصلا جمهوری اسلامی هیچ اراده‌ای برای حمایت از حزب الله الان دیگه نداره، به خاطر هم مسئله که گفتم به نوعی، چون الان هرچی این دامنه جنگ گسترده تر بشه به ضرر بایدنه و ضرر بایدن فعلا یعنی ضرر جمهوری اسلامی، ضرر بایدن و هریس. ولی واقعا سوال من اینه که اینهایی که در زمان درگیری ها جان زن و بچه مردم، مردان و کودکان و سالخوردگان و میانسالان، همه کسایی که میرفتن سوریه رو به خطر مینداختن، با هواپیمای مسافربری سلاح میبردن، حرفی که ظریف گفته من نگفتم دیگه، و ظریف بابت این حرفا هم محاکمه شده، الان هم دوباره معاون رئیس جمهوره، حرفش هم تا حالا پس نگرفته. این حکومت آدمخواری که انقدر ضد ملتشی که همچین کار احمقانه و خطرناکی میکرده، امروز کی جلوشو گرفته؟ همون کاری که میگم با اتوبوس‌های مسافربری در ایام عربه میکردن، الان برای حزب الله لبنان، برای لبنان انجام بدن. سوارشن برن اتوبوس با هواپیما سوارشن برن دمشق، از دمشق هم تا مرز لبنان 50-60 کیلومتر بیشتر فاصله نیست، حتما هم به اندازه کافی، بعد تا 60 کیلومتر پیاده هم میتونن اینا برن. اینا که مگه تا مشهد پیاده نمیرن که 900 کیلومتر 800 کیلومتر، حالا پیاده از سوریه را بیفتن، از دمشق برن به اشتورو و همینطور بگیرن برن به طرف دره بقا و همینطور برن داخل خاک سوری لبنان رو کارشون انجام بدن. کی جلوشون گرفته برای دفاع از حزب الله لبنان؟ نه تنها این کارو نمیکنن، بلکه پزشکی هم میاد صریح میگه آقا اینا حرف ما رو گوش نمیکنن، اینا چارچوب ما رو قبول ندارن، هر کاری دلتون میخواد باشون بکنید. و میبینید که این برام آمریکا هم که اینقدر جوش میزد برای مسئله غزه و امروز تقریبا به صورت رسمی اعلام شد که بایدن از آتش بس بین اسرائیل و حماس ناامید شده، در مورد حزب الله اتفاقا حتی تعارف خیلی نمیکنن و به نوعی برخلاف روابط نسبت ظاهرا شکراب شده بین دولت بایدن و هریس با اسرائیل، در مورد حمله به حزب الله رسما دفاع میکنن و حتی جمهوری اسلامی رو تهدید میکنن بابتش. به نظر من این همون نکته‌ای که من گفتم، بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که بخشی از سپاه همراهشه داره تلاش میکنه روابطش رو با آمریکای نوعی، با آمریکای بایدن و هریس، نه آمریکای حالا مثلا ترامپیستا، اصلاح بکنه. و این روش به نظر من، این حتی چراغ سبز هم نشون دادن به
اسرائیل برای حمله به لبنان. میگم با تاکید بر این که اینها چارچوب ما رو قبول ندارن، ولی ما اهل این کارا نیستیم. ببین اینایی که قبلا میگفتن ما از مقاومت فلسطین دفاع میکنیم، از مقاومت لبنان دفاع میکنیم، الان پزشکان تحت عنوان رئیس جمهور، دقت داشته باشید، اگه حتی پزشکان هم بی سواد سیاسی باشه، ظریف و غلطش نشسته، اینا که این چیزا رو میفهمن. به گمانم این کاملا یک هم چراغ سبز به اسرائیل و هم هشدار به حزب الله لبنان که از ما توقع نداشته باشه در این مسئله دخالت کنه، و همین هم به نظر من تا حدود زیادی اسرائیل رو خیالش آسوده کرده که با انگیزه بیشتر و با قدرت بیشتر برای فلج کردن یا حتی از بین بردن حزب الله انگیزه اسرائیل رو بیشتر بکنه. آمادگی ارتش اسرائیل برای ورود به خاک لبنان. همزمان با ادامه حملات اسرائیل به لبنان در سومین روز پیاپی و پرتاب اولین موشک حزب الله به تل آویو، تلاش‌ها برای یافتن راه حل دیپلماتیک و ممانعت از آغاز جنگ گسترده میان طرفین شدت گرفته است. از سوی دیگر احتمال ورود زمینی ارتش اسرائیل به خاک لبنان قوت گرفته است. اسرائیل اعلام کرد موشکی را که بامداد همین روز پس از به صدا درآمدن آژیر خطر به تل آویو شلیک شده بود، رهگیری کرده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل خبر داد که نظامیان این کشور خود را برای عملیات نظامی احتمالی این کشور در لبنان آماده می کنند. هرتسی هالوی در جمع سربازان اسرائیلی در شمال این کشور اعلام کرد جدیدترین حملات هوایی به لبنان به این منظور طراحی شدند که زمین را برای ورود احتمالی شما آماده کنند تا کاهش توان حزب الله ادامه یابد. او با اشاره به شلیک موشک حزب الله به تل آویو گفت امروز حزب الله محدوده آتش خود را گسترش داد و کمی بعد پاسخ محکمی گرفت. خودتان را آماده کنید. جان کربی در گفتگو با CNN گفت این مدرک دیگری است که اسرائیل از سوی یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران با تهدید واقعی مواجه است. او همچنین تأکید کرد هیچ کشوری نباید با چنین تهدیدهایی درست از آن سوی مرز خود مواجه باشد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا خطر تشدید تنش در خاورمیانه را حاد خواند و گفت واشنگتن با همراهی متحدانش به شدت تلاش می‌کند از وقوع جنگ تمام عیار بین اسرائیل و حزب الله جلوگیری کند. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدئوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.